أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله الله ما بقية الله روحي وروح العالمين اله الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله بندغونو شندغوني عزيز وارجومان السلام عليكم ورحمه الله امیدوارم که در هر کجایی که این برنامه رو ملاحظه میفرمایید از سلامتی توفیق و سعادت برخوردار باشید و اینشاءالله مطالب این جلسه هم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد در فصل دهمی از مرحله یازدهم وقتی علم حصولی یا حداقل ادراک عقلی علم حصولی به حقیقی و اعتباری تقسیم می شود و در جلسه گذشته اشاره شد که این تقسیم در واقع مربوط می شود به بحث تصور و اون هم تصور کلی که در قالب تصور کلی هست که ما یک معقول را به عنوان یک امر کلی مورد توجه قرار میدیم و حالا این معقول میتواند تقسیماتی تقسیمات رو داشته باشد و مفهوم در واقع تقسیم میشه به حقیقی و اعتباری که ویژگی های هر کدام هم بیان شد در ادامه به نحوه دستیابی ذهن به مفاهیم اعتباری اشاره شد و از جمله این که چگونه ذهن ما و نفس ما می تواند معقول سانی منطقی را تصور بکند و به اون دست پیدا بکند مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه می خواهیم چگونگی دستیابی معقولات ثانوی فلسفی را مورد بحث قرار بدیم که در اصل چگونه ذهن و نفس ما مفاهیمی مثل مفهوم وجود را درک میکنه و یا مفهوم عدم رو میفهمد که اونچه که از اقسام مفاهیم اعتباری بیان شد و گفته شد که بعضی از این مفاهیم اعتباری حیثیتشون حیثیت در خارج بودن هست یا حیثیتشون حیثیت در خارج نبودن هست که این دو قسم را با هم جز مقولات ثانوی فلسفی به حساب میارن و مصادقشون هم که مشخص بود که عبارت بود از وجود در اون جایی که حیثیتشون در خارج بودن بود و عدم در جایی هم که حیثیتشون در خارج نبودن بود حالا بررسی میکنیم که چگونه نفس ما به مفهوم وجود یا به مفهوم عدم دست پیدا میکند خب در این جلسه این رو توضیح میدیم و در نتیجه نحوه انتظای معقولات سانوی فلسفی به دست خواهد آمد و در ادامه هم نحوه انتزاع مفهوم عدم در کنار این که مفهوم وجود را ما توانستیم دست نحوه دستیابیش رو بفهمیم نحوه انتزاع مفهوم عدم هم روشن خواهد شد و در پایان چند نکته وجود دارد که انشالله به این نکات هم اشاره خواهیم کرد تا اینجا بحثی که مربوط به مفاهیم حقیقی و اعتباری بود به پایان میرسه ولی یه تتمه هم دارد که یک اصطلاحات دیگر هم برای اعتباری وجود دارد که انشاءالله به اونها هم در قالب تنبیه اشاره خواهیم داشت و فکر کنم در این جلسه به اون نخواهیم رسید بنابراین فعلا ما نحوه انتظاع مفاهیم یا معقولات سانوی فلسفی رو اهم از وجود و عدم در این جلسه مورد بحث قرار بدیم نکته که به عنوان مقدمه میشه به او اشاره کرد این است که هرچند به تعبیر آیت الله مصباحی یزدی ایشان بیان میکند که نحوه دستیابی نفس به وجود در میان فلاسفه اسلامی بحث نشده است و مرحوم علامه این رو برای اولین بار مطرح کرده است و این یکی از اون نوآوری‌هایشان هایشان هست که به این بحث مهم پرداخته و بقیه فلاسفه از آنجایی که مفهوم وجود را یک مفهوم کاملا بدیهی و روشن میدانسته و به همین جهت هم این رو خیلی روشن دانسته که بیان, دان بیان کرده بودند که این جزی معروف ترین و شناخته شده ترین چیزها هست که دیگه به همین اکتفا کردن و به صورت ریز و دقیق نپرداختن که چگونه ذهن ما و نفس ما این مفهوم رو به دست میاره اما مرحوم علامه این رو بیان داشتن که حالا ما بیانشان رو در اینجا مطرح میکنیم و اما مفاهیم ملتی حیثیت و و حیثیت و اناف خارج اما مفاهیمی که حیثیت مسادقشان حیثیت در خارج بودن هست که یکی از اقسام مفاهیم اعتباری همین بود او لیست فی حیثیت مصادیقشون حیثیت در خارج نبودن هست که بحث وجود و عدم از همین جا به دست می آید خب چگونه می شود این گونه مفاهیم رو به دست آورد می فرماید فیش به تکون منتز من الحکم لذی فی القضايا الموجبه و عدم فی السالبه خب می این رو ما می توانیم شبیه اون حکمی که در قضایای موجبه داریم و یا عدم اون حکمه که در قضایه سالبت داریم این رو مورد توجه قرار بدیم یعنی ما همون گونه که در قضیه حملیه موجبه خب میاییم محمول رو بر موضوع حمل میکنیم و یک نوع وحدت و اتحادی بین اونها برقرار میکنیم حالا بر اساس اون مباحثی که در ازای قضیه مطرح شد خب میبینیم که یک ارتباط و پیوند بین این موضوع و محمول وجود داره در قضیه موجبه حملیه و همچنین در قضیه سالبه هم میبینیم که بله این پیوند و ارتباط وجود نداره خب میبینیم که بله اون رو سلب میکنیم و سالبه هست میفرماید این شبیه همین هست که فیش به تکون منتظم من الحکم این انتزاع مفهوم وجود و عدم را شبیه انتزاع حکم قرار میدیم که این حکم در قضایای موجبه هست در صورت که حکم وجود داره خب ما این رو حکم رو انتزاع میکنیم و عدم و فسالبه و همچنین این عدم حکم است در قضای سالبه خب حالا ما چگونه از قضایا یا حکمی که در قضایای موجبه هست یا عدم حکمی که در قضایای سالبه هست مفهوم وجود و عدم را انتظام میکنیم بیان ذالک میفرماید بیان این مطلب به این هست که ان النفس عند اول ما تنالو من طریق الحس نفس وقتی بعضی از چیزها را از طریق حس دست پیش پیدا می کند و به اون میرسد بعض الماحیات المحسوسه و بعض از ماهیات محسوس را بهش دست پیدا میکنه میفهمه درک میکند مثلا وقتی یک از مایات محسوسه میبینیم سفیدی هست مثل بیاز خب این سفیدی را وقتی ما درک میکنیم از طریق حس میبینیم رنگش سفید هست اخذت ما نالت و خب این را نفس میگیره و دریافت میکنه فخت ها فی خیال بعد این رو در خزانه و بایگانی قرار میدهد و در قوه خیال این رو ذخیره میکند حالا وقت این عبارت رو نگاه میکنیم میفرماید اخ از ما نالت و وقت از زنت و اما بهتر عبارتش به همین هست که تأخوز و مانالت و تختزن و فخیال باشد که به هر صورت این نفس این رو اون چرا که دست بهش پیدا کرده این رو در, در خیال ذخیره میکنه و ازا نالت حسانیان بعد همین سفیدی رو دریافت کرد این رو ذخیره کرد و بعد در محتوه دوم باز به سفیدی دیگری برمیخورد میبینه یه سفیدی دیگری را هم وجود داره او فلان ثانی یا در آن دوم در یک لحظه دوم باز به یک سفیدی دیگری هم برخورد کرد خب مثلا وقتی نگاه میکنیم یک سفیدی رو وقتی نگاه میکنه بلا فاصله در آن دوم به سفیدی دیگری برمیخورد و از حلال الاختزان دوباره همین سفیدی رو هم میخواد بگیره و برای اینکه ذخیره کنه این رو هم دریافت میکنه وقتی میخواد این رو ذخیره کنه یک مرتبه وجدت و عین ما و اولا ما منطبقا علیه وقتی این سفیدی دوم رو هم میخواد بگیره یه دقتی میکنه میبینه که این سفیدی عین همون سفیدیه که لحظه پیش دریافت کرده بود یا نه از, از یه شیء دیگری دریافت کرده بود وجدت و عین ما نالت و میبیند که این عین همون چیزی که قبلا بهش دست پیدا کرده است اولا و منطبقا علیه و کاملا هم بر آن منطبق است یعنی کاملا هم پوشانی دارد و این سفیدی همون سفیدی استش تفاوت تفاوتی با هم دیگر ندارد و هذا هو الحمل الذی و اتحاد المفهومین وجودن خب در نتیجه این هماهنگی که بین این دو شیء که احساس کرده و با حس این رو درک کرده است کاملا یک حملی رو اینجا به وجود می آورد خب میگه این سفیدی همان سفیدی اولی هست یا سفیدی این شی با سفیدی شی که قبلا دریافت کرده بود یکی است یک حملی رو اینجا به وجود میاره که حمل هم, هم در اینجا اتحاده دوتا تا مفهوم هست یعنی از نظر وجود این دو تا مفهوم کاملا بر همدیگر منطبق هست حالا این حمل رو هم که در اینجا مطرح میکنیم اتحادی مفهومی رو وقتی دو تا مفهوم رو هم نگاه میکنیم فرق نمی کند که این اتحاد از نظر وجود ذهنی باشد یا در خارج باشد میبینیم نه دو تا سفیدی رو در ذهن تصور کنیم میگیم بله اینا دو وجودی یکسانی دارن یک وجود دارن در خارج هم باشد باز به همین ترتیب می توانیم این رو بیان بکنیم اون در اینجا اون حمل را که گفتیم چی به حمل اولی باشد یا به حمل شایع مد نظر بیشتر در اینجا همون حمل اولی هست که از نظر مفهوم این دوتا را متحد می بیند ثم از اعادت نفس المفهوم مکررن بالعادت بعد الاعاده خب وقتی نفس کم کم عادت میکند به این که حالا یک سفیدی رو دید دوباره این مفهوم رو بار دیگر دید و باز بار سوم و چهارم و پنجم دید بل اعاده بعد اعاده و به همین ترتیب هر مرتبه این رو وقتی نگاه میکنه همون مفهوم قبلی برمیگردد و نشان میدهد که این همون هست ثم جعلهما واحدا بعد میآید هر دو تا اینها رو در واقع اینها رو برمیگرداند به یک و میفرماید که هر دو اینجا یک چیز هستن و این همون چیزی که قبلا این رو دیده کان ذالک حکم منها و فعلا لها حالا وقتی نفس می آید یک همچه کار را انجام می دهد، در نتیجه این دو تا مفهوم را یک مفهوم قرار می دهد و یک حکمی رو اینجا از ناحیه نفس صورت می دهد یعنی نفس میآید آید این دوتا را یکی قرار می دهد و فعلا لها و خود این یک کاری برای نفس است و نفس این کار را انجام میده که اینجا یک حکمی را در واقع به وجود میاره که عبارت باشد از این که یک نسبت وجودی بین این دوتا برقرار میکند که این نسبت هم بدون موضوع و محمول برقرار نمیشود و در نتیجه نفس می آید اینجا این دو تا سفیدی که به دست آورده بود یکی رو موضوع قرار میده یکی رو محمول و بعد یک حکم بین اینها در واقع انجام میده و میگوید این سفیدی همان سفیدی هست و در نتیجه یک کاری که اینجا نفس انجام میده، یک انجام یک حکمه و هو مع ذالکه محاکن للخارج و در عین حالی که این حکم را نفس انجام میده، خب این حکایت از خارج هم میکنه یعنی واقعا هم در خارج یعنی در نفس هم که موتین این حکم هست میبینیم بله این در نفس هم طور است. یعنی این سفیدی همان سفیدی هست خب در اینجا وقتی این نسبت پیدا شد و فعل فعل ها هازا نسبتون وجودیه و فعل ها نسبت نسبتون وجودیه و نفس این رو به عنوان یک کاری و به عنوان یک نسبت وجودی انجام میده میگه این سفیدی همون سفیدی هست و وجود اون رابطون قائم به طرفین اعتبارا و دوباره وقت نگاه میکنیم میبینیم که این حکمی که نفس انجام میده یک وجود رابط هست و کاملا قائم به دو طرف هست که این مطلب تا اینجا مشخص می شود که حکم یک نسبت موجود بین دو تا طرف قضیه هست که این کار را نفس انجام می دهد ثم للنفس ان تتصور الحكم حالا وقتی تا اینجا حکمی رو که به عنوان فعل نفس در نظر می گیریم می بینیم این حکم یه نسبت وابسته به دو طرفه این وابسته به دو طرف موضوع و محمول هست خب تا اینجا یک یک به نام وجود رابطی رو را نفس انجام داده نفس پیدا کرده به عنوان حکم حالا میاییم یک مقداری از این وجود رابطی یا این حکمی که نفس انجام داده این را با عنوان این وجود رابطیش در نظر نمیگیریم با نگاه استقلالی به این نگاه میکنیم لذا میفرماید که ثم للنفس ان تتصور الحكم الذي هو فعلها نفس بار دیگر میآید به همین کار خودش یعنی به همین حکمی که کرده نگاه میکند و تنظر و الیه نظرا استقلالیا ان. خب این دفعه دیگه به این حکم با توجه به موضوع و محمولش نگاه نمی کند بلکه به خود حکم به عنوان همون نگاه استقلالی نگاه می کند مضافن الا موصوفی بعد ما کان رابطن حالا درست است که این اضافه به موصوف داشت و بعد از آنی که وجود رابطی داشت حالا ما میاییم این رو به عنوان وجود مستقل بهش نگاه می کنیم تصور وجود المفهوم بعد تصور میکند وجود مفهوم را ثم تجرد دوباره این مفهوم رو تجرد میکنه خالی کند. حالا وقتی ما اون مثلا سفیدی رو که گفتیم این سفیدی عین همان سفیدی هست خب حالا این سفیدی رو وقتی ما در نظر گرفتیم و میاییم میگیم وجود این سفیدی با وجود اون سفیدی یکی دیگه میاییم این وجود مفهوم رو هم تصور میکنیم میگیم این سفیدی وجود داره و وجود این سفیدی با وجود اون سفیدی یکیه ثم تجرد و دوباره میاییم این رو تجرد میکنیم یعنی جدا میکنیم و تتصور الوجود مفردا من غیر اضافه ما تا هنوز گفتیم وجود این سفیدی خب اول که توجه دارید که ما از دو تا سفیدی که از امور محسوس بود این بحث را آغاز کردیم که گفتیم این سفیدی با آن سفیدی یکیه بعد اینجا یه حکمی به دست آمد که همون در واقع نگاه کردیم دیدیم وجود این سفیدی عین وجود اون سفیدی هست حالا دوباره می آییم به همین حکم نگاه استقلالی می اندازیم به وجود سفیدی به عنوان یک مفهوم و حالا این مفهوم رو وقتی نگاه میکنیم دوباره این وجود سفیدی رو بازم سفیدی رو هم کنار میگذاریم میگیم خود این وجود تنها همین وجود رو مورد دقت قرار میدیم و وجود رو بدون اضافه یعنی بدون که وجود این سفیدی یا وجود آن سفیدی نه وجود بدون مضاف نلهش فبهازا یتحصل انتظام مفهوم الوجود من الحکم حالا از این حکمی که ما آمدیم و گفتیم این سفیدی همون سفیدی هست و بعد آمدیم و گفتیم وجود این سفیدی این همون وجود آن سفیدی هست و بعد آمدیم وجود رو به تنهایی از سفیدی جدا کردیم سفیدی رو هم کنار گذاشتیم گفتیم وجود این با وجود اون یکیه حالا میاییم به تنهایی خود همین وجود رو وقتی دقت میکنیم بعد این ترتیب مفهوم وجود به دست می آید و می فرماید و به آزای تحصل انتظار مفهوم الوجود من الحکم و بعد این ترتیب از اون حکمی که در یک قضیه موجبه حملیه وجود داره ما از این حکم آمدیم مفهوم وجود رو به دست آوردیم و یک و علا مصداق خارجی حالا این وجود واقع می شود بر مصداق خارجی خودش که بله در خارج میتونه مصادیق مختلفی داشته باشد و و این کانت حیثیت حیثیت انه فی الخارج خب اگر دیدیم که حیثیت این وجود حیثیتش در خارج بودن هست فهیا مصادیق له پس این اموری که این مفهوم بر اونا صدق میکند خب اونا کاملا میتواند مسادق برای این مفهوم قرار بگیرد و لیست به افراد این فیها فی ها مفهوم الماهیه فی افرادی ها و اون مسادق قرار میگیرد اما نه اینکه اونها افرادی باشد که شده باشد در این افراد مفهوم این مفهوم مثل اخصی ماهیت که در افراد خودش مخوض هست حالا در نتیجه این عبارت بخواهد به این مطلب اشاره بکند که این مفهوم وجود را وقتی ما به دست آوردیم مفهوم وجود میتواند مصداق داشته باشد اما افراد نداشته باشد یا به گونه بگیم که بله مفهوم وجود میتواند مصداق داشته باشد اما فرد نداشته باشد برخلاف مفاهیم ماهوی که اونا هم مصداق دارن و هم فرد دارند و لذاست که این یک از ویژگی های مفهوم اعتباری هست و از ویژگی های معقول ثانی فلسفی هست که مصداق میتونه داشته باشد اما افراد نمیتونه داشته باشد که حالا این رو در ادامه توضیح بیشتر میدهد که چگونه مثلا ما تفاوت بین مصداق و فرد چیه که بیان خواهیم کرد و لست به افراد ها مفهومهو این مأخوذ فی مفهومه پس اینها اموری که این مفهوم بر اونها صادق میشه اونا مصداقشون هستن نه افرادشون به گونه که در این افراد مفهوم این مفهومی که گفتیم در واقع اخذ شده باشد ثم متن من این صفات خاصت و به حالا دیدیم مفهوم وجود کاملا به دست آمد و از طریق این مفهوم وجود دیدیم که مصادیقی که داره این مسادق هم کاملا این مفهوم برای اون مصادیق خود صدق میکنه و از طریق مصادیقش دوباره اون صفت هایی که مخصوص این وجود هست مخصوص این مفهوم هست این ویژگی هایش رو هم به دست میآوریم و در نتیجه کم کم با این مفهوم وجود وقت آشنا شدیم دیگه ویژگی هایش رو هم میفهمیم که حالا چه ویژگی هایی دارد حالا ویژگی هاشو نام میبرد مثلا یک از این ویژگی ها میتونه می وجود باشد میگیم وجود خب یعنی ضرورت وجود خب حالا اگر این یک از ویژگی هاش ضرورت وجود بود خب میفهمیم پس ضرورت وجود مساوی هست با وجوب پس وجوب هم یک از ویژگی های وجود هست یا وحدت وقتی وحدت را مساوی و همسیاق با وجود دانستیم پس میگیم بله این وجود یک از ویژگی هاش هم همون وحدت و کسرت و قوه و فعل که اینها رو هم جز ویژگی های وجود بیان میکند و مانند اینها خب تا اینجا مفهوم وجود انتظار شد و چگونگی ذهن و نفس که چگونه به اون دست پیدا میکند هم توضیح داده شد خب معقول سانی فلسفی هم وجود را شامل می شود و هم عدم را شامل می شود خب اینم یکی از اون مفاهیم هست که حالا بریم مفهوم عدم رو بررسی بکنیم که اگر وجود را ما از اون حکمی که در موجبه حملیه هست از طریق اون به دست بیاریم حالا عدم رو ببینیم که چگونه ما از اون عدم حکمی که در قضیه سالوه هست به دست می بریم. خب در مفهوم عدم هم میفرماید ثم اذا نالت النفس شیئا من الماهیات المحسوسه حالا بازم با همون مثال شروع میکنیم که وقت نفس ما یه چیزی از ماهیات محسوسه را درک کرد مثلا همون سفیدی رو درک کرد فقط زنده خب باز هم همین سفیدی رو خزانه میکنه یعنی در این ذخیره خودش قرار میده ثم نالت اخرام اخرى مباینتا لها حالا اون سفیدی را که نفس درک کرده بود سفیدی کاغذ بود خب این رو ذخیره کرد در حافظه خودش سپرد و در ادامه وقت رسید به یک ماهیت دیگری که مباین بود با اون دید که بله زغالی هست که سیاه هست این سوغال سیاه رو هم دریافت و فهمید لم تجد از ثانی عین طبقتون علیه علیها وقتی این دوتا رو با هم مقایسه کرد دید که سیاهی زغال با اون سفیدی کاغذ اینا عین همدیگر نیستند و منطبق بر همدیگر هم, هم نیستند کماکان تجد و ذالکه فی صورت سابقه در حالی که در بحث نحوه انتظار مفهومی وجود دیدیم که بله این دو شیعی را که دید کاملا منطبق بر همدیگر بود و عین همدیگر بود خب حالا اینجا برخلاف اون هست میبیند که نه این با اون ایش به اصطلاح سازگاری ندارد فیض و هم هما بعد الاختزان حالا بر صورت دو تا دو شیر رو سفیدی کاغذ رو با سیاهی زغال با هم اینا ذخیره کردن و حالا میخواد یک مقایسه بین اینها انجام بدن وقتی هر دو تا از حاضر میکند بعد از این که ذخیره کرده و اینا رو در بایگانی قرار داده لم تفعل فی ما ما کانت تفعل فی صورت سابقه فی الماهیت المکرره کاری را که در صورت قبلی انجام داد در اون مفهوم وجود اون کار را که اونجا انجام داد اینجا انجام نمیداد دیگه نمیگوید که سیاهی زغال عینی سفیدی کاغسه هیچ این در این مرحله لم تفعل فیه ما اون حکمی را که قبلا انجام داده بود اینجا انجام نمیدهد خب در اون ماهیت مکرره که گفتیم این سفیدی همان سفیدی هست این رو اینجا انجام نمیده چون نمیتونه این کار را بکند اون حکم رو انجام, انجام نمیداد لکن ها بر از ذالک فعل الله. خب در اینجا وقتی میبینیم نفس حکمی نداره حالا این که حکمی ندارد آیا می شود گفت که هیچ کاری نکرده است پس هیچ چیز تحقق پیدا نکرده است میگه نه نفس هر چند حکمی به هماهنگی بین این دو انجام نداده است و هیچ هم انجام نداده است اما همین انجام ندادن کار خودش را هم یک کار حساب می بلزام فرماید که لکن نهایت بر از ذالک فعلا لها یعنی نفس اعتبار میکند همین عدم فعلش رو یعنی عدم حکمش رو یه فعل برای خودش به حساب میاره خب وقتی این رو در واقع یک کاری برای خودش در نظر میگیرد و هو سلب الحمل خب کارش چیه میگیم چی کاری کردی میگه ما اینجا در صورت قبلی حمل کردیم که گفتیم این سفیدی همون سفیدیه خب اینجا اون حمل رو انجام ندادیم خب میگیم همین انجام ندادن را میآید به عنوان سلب الحمل به عنوان یک کار خودش در نظر میگیره میگه من حمل نکردم اینجا خب وقت حمل نکرد میگه این سیاهی مثلا اون سفیدی نیست یعنی اون اصلی که باید باشد در موجب حملیه اون رو اینجا میآید میگن نیه خب وقتی این رو به عنوان نیز میآید بیان میکنه یه سلب محمول میکنه یه سلب حمل میکنه که در مقابل حمل هست که در واقع اینجا مفهومی نیست را میآید در مقابل اون مفهومی است که در قضیه قبلی بیان شد که گفتیم این سفیدی عین همان سفیدی است اینجا اون است را تبدیل میکنه به نه است ثم نظرت الیه مستقلا حالا این نه سلب حمل رو این نبودن رو این نکردن رو و نه وجودی در واقع عدم رو نظرت الیه مستقلا به عنوان یک نگاه مستقل بهش میاندازه این مفهومی رو این کاری رو که مد نظرش هست این رو مستقلا نگاه میکنه خب مضافت در حالی که این مضاف به دو طرف بود اما این دفعه این رو به صورت مستقل نگاه میکند فتصورت و سلب المحمول عن الموضوع نگاه میکند میبیند که بله اینجا محمول از موضوع سلب میشه نمیتونیم بگیم این سیاهی در واقع همون سفیدی هست نه بگیم این سف... سیاهی سفیدی نیست در اینجا وقتی این سلب هم رو نگاه میکنیم بازم دیدیم که سیاهی زغال با سفیدی کاغذ این سفیدی و سیاهی اضافه ای داشت خب حالا میاییم با نگاه استقلالی که بهش نگاه کردیم این مضاف نلش هم نگاه نمی کنیم دیگه کاملا به عنوان یک امر مستقل همون نبودن رو میاییم مطرح کنیم و به صورت مطلق این رو تصور میکنیم و تصورات و ادمن خب این رو دیگه همون نرو همون عدم رو فقط اینجا به صورتی یک سلب و عدم تصور میکنه نفس مطب رد له خواص و نسترارن. وقتی این عدم رو آمد و مد نظر قرار داد حالا عقل دوباره یا نفس دوباره این رو اعتبار میکنه چون خودش که چیزی نیست واقعا ولی به عنوان امور اعتباری یک سری هایی را برای این امر عدم در نظر می‌گیره که این استرارا هم وقتی بیان می‌کنه یعنی یک سری خواص ثابتی را برای این عدم به ضروره می‌فهمه و درک می‌کنه و از این جهت این ویژگی‌هاش رو به عنوان یک امر اعتباری در نظر می‌گیرد حالا این ویژگی‌هایی که برای عدم می‌شود فهمید چیه مثلا می‌گیم عدم مز بین عدم می‌گیم عدم‌ها بین خودشون هیچ تمایزی ندارن این یک از ویژگی‌های عدم هست و تمیز ها به اضافه تلال موجود داد ویژگی دیگرش این است که عدم را میشه با اضافه کردن به امور موجود تمایز بینشان در نظر گرفت که مثلا بگیم این عدم که عدم سفیدی که در زغال هست یا عدم سیاهی که در کاغذ هست خب اینا رو وقتی به صورت به یک امر موجود در واقع نسبت بدیم کاملا مشخص می شود که تمایز هم پیدا می کند و در نتیجه با این بیان ذهن ما و نفس ما دست پیدا میکنه به امری مثل عدم و این رو هم همون گونه که اشاره کردیم دیدیم که از همون سلب حمل در قضایای سالبه این رو کاملا میشه فهمید که چگونه ما در قضایای سالبه میاییم محمول رو بر موضوع حمل نمی کنیم خب بعد از این نکردن یک نهی رو یک عدمی رو در واقع انتظام میکنیم و از طریق همین انتظام خب ویژگی هایش رو هم مورد دقت قرار میدیم خب چند نکته هم که باقیمانده من سره اشاره بکنم میفرماید و قد طبعی یعنی ما تقدم اولا چند نکته که از مباحث گذشته به دست آمد این است که اول ان کان من المفاهیم محمولا علی الواجب والممکن بعضی از مفاهیم هستند که هم بر واجب و هم بر ممکن حمل میشود با هم مثل علم و حیات ما به خداوند متعال که واجب الوجود هست هم میگیم واجب الوجود علم هست و حیات داره هم بر ممکنات ممکنات رو هم میگیم که بله اینا هم علم و حیات داره فهو اعتباریون این گونه مفاهیمی که هم بر واجب هم بر ممکن حمل میشه اینا مفاهیم اعتباری هستن و الا کان الواجب زماهیه چرا اینا را از مفاهیم حقیقی به حساب نیاوریم به دلیل این که اگر این رو جز مفاهیم حقیقی به حساب بیاوریم خب باید اینا حتما جز مفاهیم ماهوی قرار بگیرن و اگر مفهوم ماهوی شد باید بگیم که بله ذات واجب هم ماهیت باید داشته باشد دارای ماهیت باشد که ان انزالک خداوند برتر است از این که ماهیت داشته باشد چون ماهیت رو ما میدانیم که حدی وجوده و خداوند هیچ حدی برایش در نظر گرفته نمی شود این امر اول نکته دوم هم این است که ما کانم اینها محمولا علا اذیت من مقولت این واحده بعضی از مفاهیم هستند که بر بیش از یک مقوله صدق میکنه خب مثلا مثل حرکت که حرکت رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم این حرکت در در کم در کیف هست در جوهر هست در عرض هست خب در جای مختلف هست و اعتباری اعتباریون این رو هم میتوانیم جز مفاهیم اعتباری در نظر بگیریم و الا کان مجنسا به ازید من جنس واحد یعنی اگر ما این گونه مفاهیم را از جز مفاهیم ماهوی قرار بدیم و از آنجایی که هر ماهیتی بالاخره دارای جنس و فصل خواهد بود خب این مفهوم رو وقتی در چند مقوله در نظر میگیریم خب باید در همه جنس و فصل اون مقوله ها داخل باشه و لازم می که یک شی دارای بیش از یک جنس باشد خب اینم محال هست و نکته سوم هم این است که مفاهیم اعتباری را لا حد دلاخو میفرماید که برای مفاهیم اعتباری نمی شود حدی تصور کرد که حدم دو تا تعریف داره یک تعریف این که مطلق نیستن نمیشه برای حد تعریف ارائه را کرد حالا چی با جنس و فصل و چی با عرض خاص و عام و امثال اینها یا بگیم به حد تام حد ناقص و این یک تعریف هست و تعریف دیگری هم که برای حد وجود دارد این است که بگیم فقط با جنس و فصل برایش تعریفی را نمی شود اینم که مراد همینه که یعنی مفاهیم اعتباری جنس و فصل ندارد ولا تو خصف حد ماهیت این جنسن لها و همچنین از مفاهیم اعتباری به عنوان جنسی برای تعریف مفاهیم دیگر هم استفاده نمی شود و کذالک از سایر و صفات الخاص بالماهیات و همچنین بقیه صفاتی که مخصوص به ماهیات هستند مثل کلیت الا به نوع من التوسع یعنی بقیه صفات مخصوص ماهیات رو هم نمیتوانیم در تعریف به کار بگیریم مگر اینکه که بیاییم تعریف رو یک نوع توسعه بهش ببخشیم که حالا تعریف رو از اون حد محدودی که داره این رو فراتر ببریم تا اینکه مجموعه مفاهیم اعتباری رو هم شامل بشود وگرنه به صورت دقیق نگاه بکنیم مفاهیم اعتباری نه خودشون دارای جنس فصل هستند و نه جنس فصلی برای بقیه امور قرار میگیرند این نکاتی بود که مطرح شد حالا مطالب دیگری هم باقی مونده است که انشاالله در ادامه مطرح خواهد شد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو اللهم محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد